به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفاً تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. جنرال دوستم که قدرتمندترین پشتیبان دکتر عبدالله به شمار می رود، روز چهار شنبه در شبرغان مرکز قدرت خود از حکومت به رهبری دکتر عبدالله پشتیبانی کرد و از مردم خواست تا از هیچ کس حتی نیروهای خارجی و امریکا هم نترسند. این درخواست دوستم در پاسخ به موضع‌گیری داوود سلطانزوی از حامیان اشرف غنی صورت گرفت که گفته بود نیروهای ناتو و امریکایی اجازه تشکیل دولت از سوی دکتر عبدالله را نمی دهند. این در حال است که امریکا و کشورهای عضو ناتو تا کنون درباره نتایج انتخابات سکوت کردند و تنها نماینده اتحادیه اروپا نهایی شدن انتخابات را به اشرف غنی تبریک گفته است. کارشناسان میگویند که وضعیت جاری کاملا قابل پیش بینی بود و ریشه های این معضل در حکومت دو سره وحدت ملی قرار داشت که در آن دو نیروی متضاد و متناقض در چارچوب یک حکومت کار میکردن، در حالی که رویکردها، گرایشها، سیاستها و منافع هیچ یک از آنها هیچ شباهتی به دیگری نداشت. آنها اگرچه توانستند حکومت به شدت قطبی شده وحدت ملی را به سرانجام برسانند، اما حضور هر دو نفر در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان بروز دوباره تنش و تقابل میان آنها را اجتناب ناپذیر میکرد. این اتفاق هم افتاد و در نهایت حکومت دو سره وحدت ملی اینک به حکومت های دوگانه منجر شده که کشور را بر لبه پرتگاه قرار داده و خطر تجزیه را بیش از هر زمان دیگر تشدید کرده است. گفته می شود شمار از هواداران دکتر عبدالله و رهبران سیاسی همپیمان و در ولایت های شمالی کشور مشغول جشن گرفتن پیروزی او در انتخابات هستند و تصاویر اشرف غنی را از ادارات دولتی شمار از ولایت ها برداشته است. جنرال دوستم هم در اجتماع بزرگ هوادارانش در شبرغان به مردم وعده داد که والی های آنان به زودی از سوی حکومت به رهبری دکتر عبدالله معرفی خواهد شد. در چنین شرایطی روشن نیست که دولت آینده اصولا شکل خواهد گرفت یا نه، و اگر شکل بگیرد چه شکل خواهد داشت و چگونه اعمال قدرت خواهد کرد. شماری از کارشناسان میگویند که بحران جاری یک بار دیگر قدرت های جهانی و سازمان های بین المللی را در برابر یک مسئولیت خطیر و دشوار قرار داده است. از دید آنها اگر جهان سکوت خود درباره این وضعیت را نشکند، بدون شک تعمیق و تشدید بحران راه های حل آن را پیچیده تر خواهد کرد و بازگشت به مراحل قبلی دشوارتر خواهد شد. گروه از ناظران اما سکوت جهان در قبال این بحران را نشانگر حمایت آنها از صلح با طالبان می دانند، روندی که مستلزم عدم تشکیل دولت جدید است. با این حال علی‌رغم اعلام آمادگی دکتر عبدالله برای همکاری در روند صلح و تشکیل یک هیئت مذاکره کننده همشمول به نظر می رسد که اگر بحران انتخابات به امید جایگزین شدن صلح بیش از این تشدید شود، مهاران از عهده بازیگران کنونی خارج می شود و در نهایت به جنگ داخلی یا تجزیه منجر خواهد شد. از سوی دیگر تجربه ناکام سال 2014 نشان می دهد که این بار نباید برای حل این بحران دست به دامن خارجی ها شد، زیرا منافع ملی افغانستان و اهداف راهبردی خارجی ها با هم در تضاد قرار دارد و تحقق اهداف آنها جز زایش و افزایش بحران در افغانستان پیامد دیگری ندارد. به همین دلیل از دید صاحب نظران برای مهار این وضعیت و حل بحران پیش آمده باید یک جریان مدیریت بحران متشکل از شخصیت های ملی، رهبران قومی، چهره های سیاسی، نمایندگان همه طیف ها، احزاب، سازمان ها و نهادها با حضور
دو تیم رقیب تشکیل شود. تا یک راه حل میانه پیدا کند، این امر از یک سو مانع از دخالت خارجی ها می شود و سوی دیگر از قرار گرفتن کشور در مسیر تجزیه یا جنگ داخلی پیشگیری می کند. محمد محقق: درباره نتایج تقلبی انتخابات استادگی خواهیم کرد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که بر اساس شمارش شرکت در ملوک و آرای واقعی مردم، تیم آنها برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از صبح کابل، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان که پیش از چاشت روز جمعه 2 اوت در نشستی در کابل سخنرانی میکرد گفت فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برای پیروز اعلام کردن محمد اشرف غنی نادرست است، زیرا آرای واقعی مردم تحریف شده است. او تأکید کرد که مردم افغانستان از شمال تا جنوب و شرق تا غرب علیه نتیجه تقلبی انتخابات خواهند ایستاد و در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات و تیم ارگ بر تصمیم خود ادامه دهند، حکومت همشمول به زودی تشکیل خواهد شد. محمد محقق می گوید به اندازه این انتخابات رسوا بود که از 9 میلیون اشتراک کننده نزدیک به 2 میلیون نفر شرکت کرده بودند. شرکت در ملوک گفت که 1 میلیون رای تقلبی است، اما این آرا نیز نادیده گرفته شد. حدود 450 هزار رای تقلبی را وارد کردند. بعد یک 4 نفر دلقک که به نام کمیسیون است آمد و به این آرا مشروعیت داد. این آرا تقلبی بود. بیت المال مردم را چور کردند، پول پروژه ها را به نام کد 91 انتقال دادند و برای انتخابات مصرف کردند. به این خاطر بود که تیم ثبات و همگرایی بر اساس محاسبه بایومتریک خود را برنده اعلام کرد. او ضمن این که هشدار داد در برابر نتیجه تقلبی انتخابات استادگی خواهند کرد، همچنان گفت که در صورت این پیچیدگی به یک راه حل خواهد رسید که کمیسیون انتخابات نتیجه را باطل اعلام کند و اشرف غنی نیز موقف پیروز خود را کنار بگذارد. اگر تیم دولت ها سر تصمیم دروغین خود تاکید می کند، ما هم سر فیصله روسی خود استاده هستیم. یادآوری میکنیم که بر بنیاد نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری که روز سه‌شنبه 29 دلوان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، محمد اشرف غنی با بدست آوردن 50.64% آرا پیروز انتخابات شد، اما تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داتر عبدالعبدالله به این نتیجه واکنش نشان داده و گفته که در برابر کودتای انتخاباتی حکومت همشمول ایجاد خواهد کرد. تاغرا: از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری شگفتی زده شدم. منبع خبر: طلوع نیوز. یونس تاغرا، یک عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، میگوید که از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شگفتی زده شده است. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری درست پیش سه‌شنبه 29 دلوه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد که بر مبنای آن محمد اشرف غنی برای بار دوم برنده انتخابات شده است. آقای تغرا کمیسیون مستقل انتخابات را به نادیده گرفتن فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی متهم می سازد و می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به تایید کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اعلام کرده است. برای من این یک سورپرایز بود. از تلویزیون من دیدم که اعضای محترم کمیسیون انتخابات نشسته بودن و نتایج را اعلام می کردن و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. یونس تاغرا می گوید که اگر فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نادیده گرفته شوند، بهتر است که دروازه های نهاد بسته شوند. تصامیم ما واضح بود و شرحش را هم فرستاده بودیم به امضای رئیس کمیسیون، بعد به امضای معاون کمیسیون، ولی به شکل درست تطبیق نشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کارش را به گونه درست و بر بنیاد قانون انجام داده است. میرزا محمد اکبرپرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بیان داشت قید و شرط هم وجود ندارد. وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را اعلام می کند که باید نهادهای ناظر و کمیسیون شکایات و احزاب سیاسی خبر شوند. همزمان با این، شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را عجولانه می دانند و می گویند که آن را نمی پذیرند.
سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.